فرماندهی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان میگوید که ایالات متحده به کمک‌هایش برای نظامیان افغانستان ادامه می‌دهد و سطح بلند خشونت‌ها از سوی طالبان سبب شده است که نظامیان آمریکایی در حمله‌های هوایی و نیز عملیات‌های دیگر با نیروهای دولتی همکار باشند. خشونت های طالبان بسیار زیاد است. ما به حمایت از نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان ادامه می دهیم و بر بنیاد توافقنامه با طالبان از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد. وقتی که خشونت ها زیاد شوند، حمله های هوایی و عملیات های ما در حمایت از نیروهای افغان هم بیشتر خواهند شد. او درباره گزارش ها مبنی بر این که نیروهای آمریکایی از بهر خروج از افغانستان ابزارهای جنگی و پایگاه های نظامیشان را در کشور نابود می کنند چنین می گوید. ما پایگاه هایی را که نیاز بود بسته شوند بسته کرده ایم و کاهش مسئولانه نیروهای من را ادامه می دهیم. شمار نیروهای ما به 4500 کاهش یافته است، اما هنوز هم می توانیم به اندازه ای که نیاز است از حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی کنیم. این جنرال آمریکایی میگوید که تنها در سال روان میلادی آمریکا به ارزش 600 میلیون دلار ابزارهای جنگی به افغانستان کمک کرده است. بخش کلان سلاح قوای امنیتی و دفاعی ما از ناتو و از آمریکا تمویل شده. فرماندهی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان و تازگی 215 هانوی را در کابل و 214 هانوی دیگر را در کندهار به ارتش افغانستان سپرده است. 1600 دوربین، 10 چرخبال و 4 هواپیما تجهیزات دیگری هستند که در سال روان میلادی از سوی ایالات متحده به نظامیان افغانستان سپرده شدند.